سلام، امید آهنگر هستم، همراه با شما در برنامه دیدگاه. 15 بهمن برابر با 4 فوریه روز جهانی سرطان نامگذاری شده است. هدف از نامگذاری این روز آگاهی بخشی به مردم درباره مبارزه با سرطان، پیشگیری و درمان آن و ترغیب دولت‌ها و افراد برای انجام اقدامی علیه این بیماری است. شعار امسال روز جهانی سرطان از شکاف ارائه خدمات درمانی بکاهیم عنوان شده. امسال سال نایابی داروهایی است که مدت‌ها برای درمان کودکان سرطانی مصرف می‌شد و حالا دیگر در داروخانه‌ها موجود نیست. این بخشی از گزارش اخیر همشهری آنلاین، رسانه وابسته به شهرداری تهران است. کمال حیدری، معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز در نشست خبری کمپین مبارزه با سرطان، ضمن انتقاد از کمبود منابع نظام سلامت گفته، منابعی را که وزارت بهداشت برای درآمدزایی در بخش سلامت به مجلس اعلام کرد، به چند دستگاه دیگر دادند. آیا امکانات درمانی در ایران به نسبت میزان رشد سرطان در کشور توانسته خود را بروز کند؟ وضعیت داروهای سرطان در ایران و دیگر کشورها از نظر میزان اثر بخشی و هزینه چگونه است؟ اینها عمده سوالاتی است که در دیدگاه همراه با دکتر سیمین صادقی، متخصص رادیوتراپی و اونکولوژی از بلژیک به مناسبت روز جهانی سرطان در میان می‌گذاریم. خانم صادقی، چرا در تقویم جهانی یک روز رو به عنوان روز جهانی سرطان اختصاص دادن؟ درود می‌فرستم به شما و شنوندگان عزیز. روز قراردادی جهانی سرطان در واقع از طرف انجمن بین‌المللی مبارزه با سرطان اعلام شد و سازمان بهداشت جهانی. یک روز قراردادی هست و هدفش در واقع برگزاری جلسات متعدد و تصمیم‌گیری جهانی هست برای کشورهای مختلف، نه فقط برای کشورهای خاص، برای کل دنیا، برای اینکه راه‌های بهتر پیشگیری، بهترین روش‌های تشخیصی و درمانی، حمایت‌های روانی و اقتصادی از بیماران و خانواده ها انجام بشه. این تصمیم گیری برای کشورهای کمتر توسعه یافته هم هست. به عنوان مثال در یه سری از کشورهای اسلامی مشکلی بود برای قربالگری سرطان بانوان چون پزشکان زن کم داشتن و سازمان بهداشت جهانی و مبارزه با سرطان تصمیم گرفت که یک سری پزشکان زن رو به این کشورها بفرسته. بنابراین یک دید کلی و جهانی هست برای مبارزه با سرطان. اولین بار در سال 2000 در پاریس این جلسه برگزار شد و از سال 2006 هم این روز به عنوان روز رسمی مبارزه با سرطان اعلام شد. از میزان شیوع سرطان در ایران چه اطلاعاتی وجود داره؟ در واقع ایران تا چه اندازه با این مسئله دست و پنجه نرم میکنه؟ در مورد آمار در ایران خب از یه خیلی قابل بحث هست که معمولا آمار خیلی دقیق نمیتونه باشه، حالا یا به خاطر امکانات گرفتن آمار یا به خاطر اینکه ثبت نمیشه. اینجا در اروپا وقتی که بیماری مبتلا میشه به سرطان، پرونده بیمار میره به جلسات مختلف مولتی دیسیپلینر و اسم بیمار ثبت میشه در لیست بیماران اونکولوژی، حتی در شهرهای کوچیک، حتی در روستاهای اینجا. ولی آیا در ایران واقعا همه افراد ثبت میشه نامشون در لیست بیماران سرطانی؟ آیا اصلا در شهرها و روستاهای کوچیک تشخیص داده میشه سرطانشون که بخوان ثبت بشه؟ بنابراین اینه که به یه مقدار جای سوال هست آمار دقیق در ایران. و چند وقت پیش اعلام شد در اینا که خب شیوع سرطان در دنیا 20% و در ایران 14% و خوشحالیم که در ایران شیوع سرطان کمتره. ولی حتی اگر شیوع سرطان هم کمتر باشه در ایران نسبت به کل دنیا، در اینکه این آمار رو به افزایشه و ممکنه ما با یک سونامی سرطان مواجه بشیم در ایران، شکی درش نیست و بایستی بهش توجه بشه. ما فعلا حدود 40,000 نفر مرگ و میر داریم در ایران در اثر سرطان و تخمین زده میشه که شیوع سرطان در سالانه میتونه به 70,000 نفر در سال برسه و خب حالا طبیعتا مرگ و میر هم بیشتر خواهد شد. بنابراین در ایران هم پا به پای دنیا شیوع سرطان داره افزایش پیدا میکنه و بایستی به این قضیه حتما توجه بشه. خانم صادقی، آیا امکانات درمانی در ایران به نسبت میزان رشد سرطان در کشور تونسته خودش رو بروز بکنه؟ متاسفانه جواب منفیه. توضیح میدم به چه خاطر. ببینید، رشد و توسعه تو همه زمینه‌ها باید همگام باشه. در مورد سرطان میتونیم بگیم به جد که 40% سرطان‌ها قابل پیشگیری هستن و همچنین 40% سرطان‌ها اگر به موقع تشخیص داده بشن قابل درمانن و فقط 20% از
سرطان ها هستن که میتونن به موارد وخیم تبدیل بشن و بیمار به اون حالت شرایط پالیاتیو یا شرایط حمایتی برسه. بنابراین خیلی مهم هست که بتونیم ما این امکانات رو در قسمت پیشگیری، در قسمت تشخیص و درمان و حتی درمان های حمایتی و پالیاتیو همزمان گسترش بدیم. امکانات پیشگیری رو به فرض افزایش بدیم که شامل ورزش، امکانات ورزشی از تغذیه سالم، عوامل محیطی رو کم کنیم، تشعشعات، امواج رادیویی، آلاینده ها، آلودگی هوا، چیزی که در کل دنیا داره بهش توجه میشه. آیا در ایران هم به همون اندازه توجه میشه؟ من بعید میدونم. افزاینده های ناسالمی که در مواد غذایی هستن که باز در دنیا به تغذیه سالم روز به روز بیشتر توجه میشه. متاسفانه در ایران اخبار گوناگون داریم که مواد افزودنی ناسالمی در غذا هست. استرس های روی روانی باز خیلی در اهمیت داره که کاهش پیدا کنه و باعث پیشگیری از سرطان بشه و این با ایجاد امنیت اقتصادی، ایجاد امنیت شغلی و اجتماعی امکان پذیر هست. آیا در ایران به این قضایا توجه میشه یا نه؟ کنترل دخانیات و الکل که خب یه مقدار کمتر میشه در سطح گسترده ازش پیشگیری کرد به خاطر منافع اقتصادی شرکت‌های بزرگ، ولی خب خود اشخاص میتونن بهش برسن. همزمان به اون امکانات تشخیصیمون رو باید با گسترش بدیم. اگر که صحبت میکنیم که ما داریم رشد و توسعه میدیم مبارزه با سرطان رو، باید به امکانات تشخیصیمون توجه کنیم. من در یکی از برنامه قبلی خودتون هم اشاره کردم که ما به عنوان مثال دستگاه پت اسکن رو فقط در 3 شهر بزرگ ایران داریم، در صورتی که در کشوری مثل بلژیک که 50 برابر کوچکتر از ایران هست، در همه بیمارستان‌های دولتی و حتی در خیلی از بیمارستان‌های خصوصی دستگاه پت اسکن وجود داره. بنابراین ما امکانات تشخیصیمون هم کافی نیست و امکانات درمانیمون هم کافی نیست. ما بیمارستان‌های کافی نداریم برای بیماران سرطانی. درمان‌های حمایتی و کمک کننده برای خود بیمار و افراد خانواده در بیمارانی که رو اوضاع بیماریشون رو به وخامت هست هم نداریم. پس باید در همه زمین‌ها ما بتونیم این رشد و توسعه رو انجام بدیم. در گزارش همشهری آنلاین گفته شده سال 1400 سال نایابی داروهای کودکان مبتلا به سرطانه. همین موجب شده که حداقل هزینه یک هفته درمان هر کودک دارای سرطان به 8 میلیون تومان افزایش پیدا کنه. وضعیت داروهای سرطان در ایران و دیگر کشورها از نظر میزان اثر بخشی و هزینه چگونه است؟ دسترسی به این داروها در کشورهای توسعه یافته برای بیماران مبتلا به سرطان چگونه هستش؟ یک بیمار سرطانی در قالب بیمه و درمان از چه خدماتی بهره مند میشه؟ دارو در ایران موزل بسیار بزرگی هست، نه تنها در زمینه سرطان بلکه در خیلی از بیماری‌های سبل علاج دیگه هم مشکل ساز شده. حتی ما برای بیماری مثل دیابت هم مشکل دارو داریم، یا به عنوان مثال کرونا در افرادی که خانواده ها باید میرفتن و رمدسیویر رو خودشون تهیه میکردن برای بیمارشون. در مورد سرطان حالا این مشکل چندین برابره، چون اکثرا داروهای سرطانی داروهای گرونی هستن و روش انتقال خاصی دارن. به عنوان مثال یک بسته داروی پالبوسیکلیب، یک داروی تارگت تراپی هست در کانسر پستان استفاده میشه. این دارو 3000 یورو قیمتشه که هر ماه باید توسط بیمار مصرف بشه. در اینجا در اروپا و امریکا و خیلی از کشورهای دیگه بیمه کاملا این دارو رو پوشش میده. که میدونین سرطان به عنوان یه بیماری مزمن هست، یعنی عزیزان مادام العمر نیاز دارن به دارو. بنابراین اگر که این دارو رو بخوان خودشون تهیه کنن، هزینه ها واقعا سرسام آور هست. ما وقتی اینجا به میگیم به بعضیا که در ایران گاهی مردم مجبور میشن به فروش ماشینشون یا حتی منزلشون برای خرید دارو، براشون قابل تعجب هست و قابل لمس نیست این قضیه براشون، ولی متاسفانه واقعیتیه که باید بهش توجه بشه. در بحث کیفیت و کمیت داروها در ایران وضعیت به چه شکل خانم صادقی؟ این عوامل تا چه میزان موجب عود بیماری میشن؟ اول اجازه بدین کمیت داروها رو بگم که در ادامه بحث سال قبلی بود. من شیمی درمانی رو مثال میزنم. شیمی درمانی ها درمانی است که باید بیمار هر 2 یا 3 هفته این درمان رو دریافت کنه و
مینیمم تا 6 جلسه باید داشته باشه. این درمان باید به صورت ممتد داده بشه تا مؤثر بشه. حالا اگر که فرض کنین به دلیل هزینه های سرسام آور یا به دلیل اینکه در دسترس نبوده تأخیری در تهیه این داروها ایجاد بشه، خب قطعاً این درمان ممتد نیست و تاثیرگذاری درمان کامل نخواهد بود، منجر به شکست درمان میشه. این از لحاظ کمیت که خب اکثرا همونطور که گفتم بیماران به داروهای به درمان طولانی مدت نیاز دارن و باید مرتب سر وقت مصرف بشه. در مورد کیفیت داروها هم که ببینید حتی توی اروپا هم ما گاهی اگر که یک دارو رو از یک شرکت دیگه برای بیمار تجویز کنی، با اینکه ساختار شیمیایی یه دارو همونه، داروی ژنریکش همونه، منتها از دو شرکت متفاوت هست، ممکنه بیمار بیاد و بگه این دارو که این بار به من دادین عوارضش بیشتر از قبلی بود. حالا فرض کنین این دارو به جای اینکه از امریکا یا اروپا تهیه بشه و از هند و ترکیه و چین وارد بشه، قطعا بیماری که تا حالا داروهای فرض اروپایی مصرف میکرده، بدنش عادت کرده به اون داروها، اگر بیاد دارو از کشورهای دیگه مصرف کنه شاید عوارض براش ایجاد کنه، شاید هم نکنه. به هر حال این داروها همه مجوز داشتن که وارد بازار شدن، منتها در اینکه کیفیتشون شاید کمتر باشه شکی نیست. از طرفی فقط کیفیت داروها نیست، به خاطر خارجی بودنشون، به خاطر اینکه اروپایی یا آمریکایی نیستن، نحوه نقل و انتقال اینها، آیا کسان عزیزانی که میرن بازار سیاه دارو رو تهیه میکنن آیا واقعا مطمئن میتونن باشن از تاریخ انقضای این داروها، آیا میتونن مطمئن باشن از شیوه صحیح حمل و نقل داروها، به خصوص داروهای شیمی درمانی که باید در حرارت مناسب و در شرایط خاصی منتقل بشن، وگرنه اثرگذاریشون رو از دست میدن و یا حتی ساختار شیمیاییشون ممکنه که تغییر بکنه و باعث عوارض بسیاری بشه. بنابراین این حمل و نقل این گونه داروها نه فقط برای خود بیماران مشکل ساز میشه، برای کسانی هم که دارن این تجارت رو میکنن خطرناک است. ممکنه که داروهای شیمی درمانی بسته‌بندی درستی نباشه و پوست اینها باهاش تماس پیدا کنه و برای خود اونها هم عوارض ایجاد بکنه. سپاسگزارم از شما دکتر سیمین صادقی، متخصص رادیوتراپی و اونکولوژی از بلژیک. و با سپاس از همراهی شما با این برنامه دیدگاه.